سلام، خوش اومدین به چنل من. بچه ها خیلی خیلی ممنونم ازتون که ساپورت میکنین، ویدیوامو میبینین. ممنونم از همه تون. باز اومدم با پدجه سری برنامه رفیق خالی پند ترکیه. PDC میدونی که میشه پدجه؟ آره ترکیه اسم من میشه پدجه، چون ترکا به سه میگن جه. با یادت یارو هی میگفتن ویتامین سی میخوام، ویتامین جه میگن، ما ویتامین جه داریم. آه هی میگفتم خدایا چی میگی؟ امروز چیز داریم، خاطره اون دوستمونو که براتون تعریف کردین. همه تون بریم گفتیم اومد پارت دو زدیم. آره گفتیم که بازم بگید. اون بنده خدا که اسمشم نمیخوام بگم به این دختره گفته بود که من اسل دارم، یعنی مرسدس اسل. چیزی رو آوردم براتون که بازم از اون دوست خالی بندش بگه. مرسی که منو دعوت کردی. چه حسی داری همش دعوتت میکنم؟ خیلی آلاسکا. باز ابروت اومده پایین. الله اکبر. خب آقا بریم. بریم. خدمت شما عرض کنم که این دیگه بمب اتم اینی که میخوام بگم. لباسم اینه چیزه. اینه پوشه. به مناسبت ولنتاین براتون قلبی. به مناسبت ولنتاین براتون ست اناری زدی. روحی. آره بچه بریم ببینیم خاطراتی که از خودش دروه کنه چیه. خب ببینید داستان از اونجا شروع شد که من خب عذیت چه قراره؟ میذاری؟ عذیت از این مراره. خب از اینجا شروع شد. دوست خالی بنده چرا ما تا حالا ندیدیمش؟ اصلا به دورانه تو نمیخورد آخه. ببین داستان از اینجا شروع شد. ببینمش والا. من اسپانسر گروه تیک تاک شدم. اون موقع هم تیک تاک اون تایی که بو سرده رو داد که ترکید دیگه. اسپانسر بازی و آره. خب قضیه چه قرار بود؟ یه کات داشتیم اینجا. دوری خانم دوباره اومد تو کات ولی اوکی شد. ادنه چون از کنم که من اسپانسر گروه تیک تاک شدم. اون موقع تیک تاک هم ترک بوسرده رو داده بود و خیلی خوب ترکیده بود و اینا. مرسی از توضیحات. آقا این بنده خدا گفت من میخوام اسپانسر اینا شم که اسمم رو بزنن و فلان رو بزنن. همین فرد خالی بنده. بله. آقا ما بردیم اینو که کجا؟ استدیو امیر دیوا. خب بردیم اونجا ساعت 10:30 شب بود. گفت که خشایار رو دوتا سینا بودن و امیر دیوا و اینا هم بودن. گفتش که الان زنگ میزنم ای بابای سیکرم اسمشو یادم رفت. قدیم خیلی میرفتیم آنتراکو؟ نه بس اصلا چند سال پیش. هیچی زنگ میزنم الان از اونجا غذا سفارش میکنم. سیکر میخورم بچه رو گفتم آره هم میخورم. یه دورم از همشون پرسید و اینا بباشه. زنگ زد بعد ببین هر وقت میخواست چوسی بیاد این لفت بیانش عوض میشد. سلام وقتتون بخیر. بلوه هستم. لطف کنید 12 تا استیک بفرستین فلان بیسار. ببین چیزی که اون سفارش داد واقعا واسه مثلا 13-14 سال پیش بعد مثلا 3 میلیون میداد، 2 میلیون میداد اون موقع. خب برا زیاد. آره بعد 2 میلیون میداد، حالا سه نه ولی 2 میداد. گفتم که الان آخه مگه میاره این موقع ساعت 10:30 شب؟ گفت آره من مشتری وی آی پی اونجا. گفتم اگه خالی میبندی به من بگو من لاغل بدونم اینو یه ساندویچ بگیریم. گفت نه آقا نشون به اون نشون 1:30 صبح هیچی نیمد دیگه. اینا فهمیدن این یه داستانی داره. باز گفتیم که من جمعش کردم چون من معرفی کردم آبروم داشت میرفت دیگه. گفتم که نه مثل که پیکیش به مشکل خورد و اینا نتونست بیار. آقا اون شب رو گذرونیم. قرار شد ما بریم کیش. خب آقا رفتیم کیش. خدمت شما عرض کنم که رسیدیم کیش این گفتش که تمام خرجای بچه ها ماشین و اینا رستوران اینا با منه. گفتم بابا دمت گرم فلان. به بچه هم گفتم خب بچه هم خوششون اومد چون میخواد اسپانسر عملا داشت میشد دیگه. مدل ببینم پیرن مدل پولیورن چیزه مدل قوطیه مدل قلبیه. به مناسبت ولنتاین گفتم اینو بپوشه. مرسی دستم درد. هفته ولنتاین پر برکتیه. آقا رفتیم کیش. فردا شروع شد خالی بندی ها. نه خالی بندی نبود. تاکسی میگرفتیم. تاکسی ها رو حساب مثلا سه زیاد بودیم
مثلا 10 نفر بودیم، 12 نفر بودیم، 3 تا بعد تاکسی میگرفتیم، 3 تا رو حساب میکرد فلان بیسار. اون تایمی هم بود که بیشتر همه پول نقد میبردن این ور اون ور، کارت نبود، خیلی جا نیفتاده بود. آقا هیچی. بعد یه روز دو روز که گذشت جایی رو نگاه میکنی دنبال چی؟ بابا قلبه دنبال هی میاد تو چشم، دنبال زیر بقل ماری خانم دکتر قلبه هی اینجوری میشه نکن بوب بوب گوش کن احسان تو چفت همه. بله بله گوشت. گفتم که آها رفتم بالا سر کیفم دیدم پولام کم شده، یارو دستشم گفتم که نه بابا پولام اوکی. آقا یه دو روز گذشت دیدم نه این پوله واقعا داره کم میشه. مثلا فکر کن 500 هزار تومن برده بودم 200 هزار تومنش رفته بود مثلا. آقا دوزاری مفتاد این پول تمام تاکسی ها اینا رو داره از جیب من میده، رستوران میری مثلا میشه 200 هزار تومنی از جیب من میده مثلا اینطوری. حالا یه دونه رو میداد دوتا رو ما میدادیم. آقا هیچی خوبه هست کردی از زندگی. ببین اون صحنه ای که من فهمیدم یعنی ببین خفن‌ترین صحنه زندگی من بود که میدیدم با پول من داره اینو اونو میکنه. آقا هیچی این گذشت و اینا دیگه دیدم از پوله هیچی نمونده دیگه. برگشتیم تهران و اینا گفت آقا من میخوام اسپانسر ویدیو کلیپ امیر دیوا بشم که اسمم بخوره و اینا. با مامانش هم حرف زد گفت باشه. آقا مامانه 7 میلیون داد، اون موقع 7 میلیون پول بود واقعا. ورتو خریدیم 9 میلیون، این 7 میلیون داد اون موقع. هیچی آقا این سمترینه دادیم و اینا. ویدیو اومد لینگ اسمش خورد و فلان بیسار، نمیدونم پخش شد با اسم این یا نشد ولی ما دیدیم یعنی ویدیو رو با اسم اون. آقا مامانش بعد 2 هفته گفت که من نمیخوام پول منو برگردونید. چه سمی بودن این خانواده. هی من صحبت، آخه من چجوری پول شما رو برگردونم؟ اسم شما خورده تو چی؟ گفت نه باید برگردونی، وگرنه من مثلا جای استدیو اینا رو بلدم، شکایت میکنم فلان بیسار، شما غیر قانونی دارین کار. باورت میشه پول اونم من دادم 7 میلیون به جون مادرم یکی قسم بخورم. ببین داشت دیگه کار به امیر دیوام روم نمیشد بگم که چی بگم به یارو. این از قصد مامانه گفته بوده، امکانش هست دیگه. ببین یعنی اصلا سم بعدم اومده داشت خدا بود. ببین فکر کن هر سری میدیدمش گفت آره ماشین خریدم. سری آخر با یه دوست دیگه هم بودیم پیگیر، گفتم اه خریدی؟ گفت آره سری 7 خریدم فلان. حالا واقعا وضعشون خوبه فکر نکنید مثلا، ولی مریضه بیا دروغ میگه، وضعش خوبه و دروغ میگه. گفتیم آره پیتزا چمن بودیم، نه سمن، توی فرشته کدوم سمنه؟ سمن بودیم. آقا ما رو تا تندیس پیاده برد که ماشینم این کوچه است، اینجا رو اشتباه اومدیم اونجاست، ما هم ید الله پیگی رفتیم تا اونجا. باورم نمیشه چنین آدمی بوده. بعد تو چه ساده لوح بودی. بعد دیگه ببین دیگه یه جا دیگه بیخیال شدیم. ساعت چند بود دیگه؟ شده بود مثلا 12:30 یک صبح. بگم اصلا الاف چی کار کردیم؟ با تاکسی رفتیم فرودگاه مهرآباد کافی شاپ. او کافت یدولا بیکارایی بود اینا. ببین خیلی باحال بود این پکیج خاطره ای که بهتون گفتم. یکی از بهترین هاست، یعنی فکر کن بری مسافرت یارو از جیب تو بره چیکار کنه؟ بره خرج کنه. یارو رسما دوز بوده. آره. همونجا برای تو پدر شده در می آورد. من اخلاقمو دیدی چجوریه که بکن گردنم نمیگرفته. بکن گردنم نمیگرفت. گردنم نگرفته. فکر نکنی گردن گرفت. معلومه اینی که من یعنی داری میگی. دیگه این چیز که اتفاق افتاد داستان ماشین. چی شد که دیگه از زندگیت رفت؟ یعنی بی خیالش شد؟ هیچی، با یه دوستم میخواست بره بیرون، کارتم از تو جیبم زد.
منم نمیدونستم. یهو دیدم کارتم نیست فلان بیسار ال بل. اون یکی دوستم گفت با من اومد. اون موقع میرفتیم چیز دنج تو جردن، قدیمی ها میدونن اهل دراش، اونجا 400 هزار تومان پول قلیون داده بود. از یه مال 10 مال 12 سال پیشه، 11 سال پیشه، 400 هزار. ولی من خیلی پول دارایی رو دیدم که واقعا دزدم هستن، دستشون کج بوده. بله در همین حد میتونی بیای بالا. دیگه خلاصه این بیا 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 اینا بود. این بود چی؟ خاطرات ما در همین حد بود. خاطرات وای ولی بچه ها خیلی سم بود خاطرات. آدم میمونه چی بگه و خنده دارم هستی. آش ببینه ویدیو همونو که چی بشه. نه نبینه نیست دیگه بنده خدا ببینه. خب بچه ها امیدوارم خوشتون آمده باشه. امیدوارم اینم از پارت دو پسره. آدم های سم زندگیتون رو دور کنید از زندگیتون. آره واقعا ادامه ندید. اینا خیلی حواستون باشه. شد ویدیو پندا اندرز بیشتر جا خنده. اشکال نداره. خیلی واقعا بده چنین سمی تو زندگیت باشه. نه بچه بودی. استیکه که میگفت الان میاد الان میاد الان میاد. نه تو کوچه ها میچرخوندتتون مثلا سری هستو ببینیم. اسم استیکیه فکر کنم سیماسیم بود نمیدونم، خیلی خفن بود مثلا ایسه عجیب قدید. سیماسیم نشده شاید اسمشو دارم اشتباه میگم. یه همچین چیزی. خلاصه دمتون گرم، لطفا سابسکرایب و لایک کنید. مرسی که با ما همراهین، مرسی که کامنت میذارین، مرسی که ویدیوامونو میبینین، مرسی که هستین، مرسی از مرسی. همه شما دورین میگه. دمتون گرم تا برنامه بعدی. دوستتون داریم.